ندای درون. برنامه از دکتر فرجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فرجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس. درود بر شما عزیزان، به برنامه ندای درون خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی هستم و این برنامه اسمال شما راجع به مسائل روانشناسی گفتگوی داریم با دیگر عزیزان، مخصوصا جمعه ها گفتگوی من هست با هنرمندان عزیز. و نه تنها که دوست دارم موسیقی اونها، هنر اونها به انواع مختلف به شما عرضه بشه، بلکه قسمتی از وجود اونها، عقایدشون، باورهاشون و تجربیاتشون رو که شما فرصت این رو ندارید که بشنوید وقتی که اونها در سن هستن رو در این برنامه با شما بازگو بکنم. امروز خوشحال هستم که دوست عزیزی رو در کنار خودم دارم، خواننده بسیار بسیار عالی، جناب آقای کامیار. خوش آمدید. سلام خانم دکتر. سلام میگم بینندگان عزیز، مرسی که منو دعوت کردین. خوب هستین شما؟ خیلی ممنونم. مرسی کامیار جان. من روز اولی که با شما آشنا شدم در حقیقت در یک تئاتر بود. درسته. که راجبتون شنیدم و اون زمانی که شما راجبتون صحبت میکردن و خیلی جالب بود برای من طریقی که اصلا زندگی خودش رو کرد که خیلی یونیکه نسبت به خیلی از خواننده های دیگه و کسانی که توی فضای هنر میرن و بعد در قسمت های مختلف با هنر و موسیقی داشتن شدم و دوست داشتم که بینندگان ما و شنوندگان ما، چون ما هم در تلویزیون هستیم هم در رادیو، مخصوصا در رادیوی کانادا با ایرانیان عزیز در کانادا هم صدای ما رو میشنون، دوست داشتم که شنونده و بینندگان با قسمت هایی از نه تنها هنر و موسیقی تو بلکه تجربیات تو آشنا بشن. لطف کن کامیر جان، راجع به اینی که چطور اصلا اومدی سراغ موسیقی و دلت خواست که موسیقی رو در زندگی خودت بیاری. من کلا فامیلم خیلی تو اهل موسیقی و هنر بودن، هم خاله هام، هم مخصوصا مادرم و برادرم. مامانم از یعنی از بچگیشون همیشه آواز میخوندن، ساز آکوردئون مینواختن و همیشه هم میگم جلوی حتی شاه و فرح هم خونده بودن اون زمان، رادیو اهواز هم میخوندن. اسمشون هم دوست داری به یکی دوستان عزیز برن دنبالشون پیدا کنن؟ البته کاری ضبط نکردن، اما تا سن 17 سالگی که میخوندن تو رادیو اهواز هم میخوندن، مسابقه هم شرکت کردن که جایزه گرفتن اهواز. اما بعد مامانشون که بزرگ من در واقع جلوشون رو گرفتن که وقتی که پرودوسرهای مثلا اون زمان معروف ایرانی اومدن سراغشون که مثلا یه سیدی در واقع شاید ضبط کنن یا کار دیگه واقعا حرفه‌ای شه، مامان بزرگ یه جورایی نذاشتن، جوری پیشرفت گرفتن، چون میگفتن اون زمان واسه یه خانومی که مثلا شاید عروسی نکرده هنوز یا قرار عروسی کنه مثلا جالب نبود. البته بابا بزرگ هم مثلا که اوکی بود با این داستان، اما پس از جلوشون رو گرفتن. آره و یه جورایی بهناز، ما بگیم نازی جون. نازی جون. اسم فامیلشون؟ احمدی.
نازی احمدی، بهناز احمدی. برای دوستانی که صدای ایشون رو شنیده بودن حداقل الان بدونن که مادر کیه. البته تو پارتیای مثلا پرایوت پارتی بین خودمون همیشه یا من پیانو میزنم همیشه میخونن عاشق مرضیه بودن و خب من خیلی در واقع رو من اثر کرد و خیلی الهام گرفتم از مادرم. در کنارش هم میخوندی؟ یعنی من الان پیش میاد که در کنارشون مثلا پارتی اتفاقا صحبت شاهرخ مشکین قلم هم بود، خیلی پارتی شاهرخ بوده که در کنار مادرم حتی تو آمریکا بودیم میخوندیم و آهنگ مرزی بیشتر میخونیم با هم دو صدای میخونیم و بچه که بودم مثلا 4-5 سالم بود یه ارگ خریده بودن که من اولین آهنگی که به من یاد دادن در واقع ملودی همون دو دو شب نخوابیدم که حالا نرم اسمش چی هست. مامانم یاد داد یه ارگ قدیمی بودش که با مالای لبخنده اشها و لبخنده بله که بعد از اون 9 سالم که شد دیگه مامانم هنوز من قدر پیانو رو نمیدونستم، یه جورایی به زور منو بردن پیانو که البته مثلا جالب بودم و فکر نمیکردم که اون داستان عاشقانه اونجوری شروع شه. تو پاریس رفتم کنسرواتوار کلاسیک خوندم 8 سال کلاسیک خوندم. یک دفعه قدر پیانو رو دونستی؟ من همون 2-3 ماهی که شروع کردم به من گفتم با اورگ نمیشه، باستی آخه سینتتایزر داشتم، رفتم یه پیانو گرفتم، پیانوی سیاه یاماها که اون زمان به خیلی گرون بودش. اما خب پدر مادرم هم نگران این بودن که آیا من واقعا خب این همچین خرجی بکنن، آیا من پس میدی این خرج یا نه. بعد فهمیدن که نه، برعکس اصلا نگران درسم هم شدن چون تمام زندگیم پیانو شد. البته باز به دانشگاه هم رسیدیم، انگلیسی خوندیم تو دانشگاه سوربن پاریس، اما در کنارش هم 8 سال کنسرواتوار کلاسیک خوندم که اون باز در کنارش هم معلمای خصوصی داشتم که درس جاز میخوندم. البته میگم جاز، میخوام جاز نگم چون جاز همیشه سوء تفاهم میشه با ساز جاز، من سبک جاز میگم، جاز میگم که یه استاد داشتم و این خواب رو همیشه میدیدم که سازهای که سبک ها و دستگاه های سنتی رو مثلا به اصطلاح مثل فرمای جواد معروفی یا سنتی مثل آقای شجریان اون دستگاه ها رو کلن میکس بکنم با دستگاه های بلوز و ریتم اند بلوز، آر اند بی، سول، فانک، جاز و یه هماهنگی بشه. اینها رو یاد گرفتی ولی از اینجا شروع نکردی، از یه جای دیگه شروع کردی. آها اینا رو یاد گرفتم، اما فکر کنم منظورتون شروع حرفه‌ای که مثلا به اصطلاح همون چیزی که گفته بودم و اولین قرونی که در بردی سر کار حرفه‌ای. آره اون کار حرفه‌ای رو در واقع توی خیابان‌های پاریس با شروع کردم با یه کلا، اون قرونی که میگم در واقع تو کلا بودش که رد میشدیم کلامون رو در میابردیم، یه حالت سمبولیک بود که مثل یه چلنج بود و در ضمن یک مثل یک چه میدونن یک تمرین، یک اگزرسایز تمرین بودش که هم قدر موزیک رو بدونیم هم قدر زندگی رو بدونیم. این کامبینیشن دوتاشه که تو پیانو رو که نمیبردی اونجا؟ چه نه، سازی میزدی تو؟ من سازی نمیزدم، میخوندم اونجا. من دوتا پسر بودن که با من، یکی چپم بایستده بود، یکی دو دست با گیتار اینجوری میگرفتن و مثلا به مدت 10 دقیقه 6 شو اجرا می کردیم، بر هر نیم ساعت دوباره تکرار می شد، یه جای دیگه مختلف می رفتیم، جلوی نوترودام خیلی خوندیم، جلوی ساکره کور اون کلیسا تو پاریس که تو مومارتر هستش، مومارتر خیلی می خوندیم اونجا، تو متروها هم حتی می خوندیم. و این مسئله با حکیم بودش که تو بلکت هم من بود که الان هم رهبر ارکسترم، یعنی از 15 سال پیش تا الان همیشه در کنارم هم مثل برادر، بهترین دوست و رهبر ارکسترم هستش. و این مسئله هیچ ربطی هم به این نداشت که چون بعضی وقتا اشتباه میکنن تا میگن خیابون میخونن یا با کلا رد میشدن فکر میکنن که حتما ارتباطی داره با فقیر بودن و مادر خودم هم همیشه نگران این بود، گفتش که این واقعیت رو میگی بسیار زیباست اما مواظب باش که سوء تفاهم نشه. البته من واقعا با این سوء تفاهم هر کیم اونجوری فکر کرد واسه من فرقی هم به خدا نداره چون آخر سرش اینجا هستم. این حرفی که میزنی خیلی جالبه برام، برای اینکه کسانی که در لس آنجلس هستن میدونن یه 3rd استریتی هست توی لس آنجلس، سانتا مونیکا، که خیلی ها این کار انجام میدن، یعنی گله به گله آرتیست های مختلف با سازهای مختلف و مدل های مختلف ایستادن، یک گروهی میرقصن، یک گروهی میخونن.
و این صحبت کرد خیلی جالب بود. یه روزی داشتم رد می‌شدم اونجا و یکی از دخترایی که توی دبیرستان ملبو هست و پدر مادرش یکی از شاید معروف‌ترین کسانی که در لس آنجلس میتونن باشن، آمریکایی هم هستن و پولدار، خیلی خیلی پولدار که در ملبو زندگی میکنه، دخترش اونجا میره. یه روزم رانندگی میکردم، دفعه خیلی جالب بود برام. اومدم راه رفتم توی سنتو مونیکا و دیدم اون دو دختر با دو تا دیگه از تینیجرهایی که توی مدرسه هستن، این همین داشتن سازهای مختلف اونجا میذاشتن و یه دونه کپ گذاشته بودن اونجا و اونها کیفشون این بودش که کاری رو که داشتن انجام میدادن عرضه کنن و این عرضه کردنشون رو هم جوری عرضه بکنن که به مدل اون فضا میخورد، که اون مدل اون فضا این کار هست. و وقتی گفتی که ربطی به فرق نداره، گفتم من دقیقا تجربه رو تو خود لس آنجلس داشتم که کسانی دارن این کار انجام میدن که هم خودشون هم خانواده‌شون متمولن، ولی مثل که یک راهیه، یک ونیویه که این رو عرضه بدن. و مثل این رو در اروپا و پاریس داشتی این رو تجربه میکرد. آره، به هر حال واسه یه سری آدم های درصدی اینجوری هست، یه درصدی دیگه هم واقعا تمام سرمایه‌شون از اونجا. البته یه زمانی بود که واقعا پول جیبیمون واقعا اون از همونجا داره اون شده بود، اما خب از اون برم خیلی یاد میگرفتیم، چون که امروز به اینجا که رسیدم که اتفاقا یه روز یه داکیومنتری ان شاءالله در میاد که اسمش کار شروع کردیم، چند ساله که شروع کردیم کار کنیم روی این داکیومنتری که اسمش از خیابان ها تا ستاره ها در میاد، From the streets to the stars، که یه مقدار معنی واقعی هنرمند رو میگه که چی هستش و یعنی فقط به این و چی هست؟ هنرمند واقعی نظرت خودت چی هست؟ چون کسی هستی که در حالت تردیشنال و بهترین جاها و دانشگاه سوربون و اونا رو تجربه کردی و کسی هستی که در کنارش هم در خیابان با خیلی از کسان دیگه که ممکنه اون تجربیات تو رو نداشتن تجربیات داشتی. در نتیجه وقتی که از یک راه به یک راه دیگه و این فضایی خیلی خیلی بازی رو با هنرمندهای مختلف تجربه کردی، از نظر خودت چی دیدی که میگی هنرمند میتونه اون باشه؟ خب معنی هنرمند، یکی از معنیاش از یه زاویه میتونم تعریف کنم، اینه که توضیح بدم، اینه که دومین نکتش شاید این باشه که مثلا خب صداش خوبه یا چجوری شاید تکون میخوره یا چجوری انترتین میکنه، اما اولین نکته اینه که قبل از اینکه صدا خوب باشه و اجرا کردن خوب باشه، باید به نظرم اخلاق آدم و شخصیت آدم باید هنری باشه. که همیشه من میگم دوست دارم بگی متوجه شم که کسی هنرمند هست قبل از اینکه هنرنمایی بکنه. من دوست دارم از راه رفتنش، از شخصیتش، از حرف زدنش، از حرکتاش، از برخوردش با همسایه‌اش، با فامیلش، با آدمای دیگه، از اون اول بفهمم هر هنرمنده، که بعد بپرسم در ضمن چه سازی میزنه یا چی کار میکنی. اخلاق هنرمند رو تو چجوری ترکیبش رو میگی؟ مثلا باید با افراد دیگه، با نیبرش، با همسایش چجوری باید رفتار بکنه که تو وقتی نگاه میکنی میگی این اخلاق یا رفتار هنرمنده و اون یکی نیست؟ چه تفاوتی داره؟ خب معمولا اون هنرمندای واقعی، نه فقط هنرمندان، نه اما چون صحبت در مورد هنرمنداست، اینه که آدم ازشون اصلا قبل از اینکه هنرنمایی بکنه ازشون یاد میگیره، عشق زندگی رو میبینه تو چشاش و زندگی شاعرانه تر است واسه اونا، خوشبختی رو میبینن تو که چقدر میتونه خوشحال باشه از با چیزای کوچیک، با چیزای ساده. بیشتر فکر کنم نزدیک هستن به واقعیت و من یکی از دلایلی که تو خیابون خوندم و حکیم منو در واقع مجبور کرد و هولم میداد، مخصوصا اون لحظه‌ای که کلا رد میشدم، این که میخواست من برخورد داشته باشم با آدمایی که شاید حتی روش نوعون برمیکردن به من، یا کسایی که اون موقع فرانک بودش، یورو نبودش، یه سانتیمی هرچی میدونین یه پول کوچیکم میداد، میخواست من واقعیت رو ببینم جلوی آدمایی که نه من انتخاب کردم اما باید میخوام یه کاری کنم که من توجه کنم، نه اونا من انتخاب کردن. میدونین حالا شاید یه کسی هم ببخشید رد شد حتی توفم کرد، میدونین یا یه بودجه هم فرد کرد، یکی دیگه گل داد، یا حتی عاشق هم شد، یا عکس میگرفتن انگار ما ستار بودیم. خیلی متفاوت بودش ریاکشن ها، اما باعث میشه که امروز من چه جلوی یه نفر بخونم یا جلوی آینم بخونم خودم رو نگاه کنم یا جلوی 10,000 نفر بخونم، واقعا از ته قلب بخونم و فرقی نداره به حال من که بهتر بخونم چه آدم بیشتر است یا بلیت بیشتر فروخته شد یا نه.
یعنی این حالا هوایی که یک جمله که هی میاد تو ذهنم که تازه که توی مجله خوندم یه دفعه خیلی اکسایتدم کرد، ولی الان که گفتی آوردش برام، از invite magic in your life، مثل این که به هر جایی که نگاه میکنی یک فضایی رو، فضایی که عشق توشه، عشق به زندگی، اون پشن به زندگی توشه، و از هر فضایی یک وصل بودن و یک کنکشن عمیقی به خودت و بعد فضایی که توش هست و انسان ها. میگه اگر اون روح رو و این حال و هوا رو در یک کسی میبینم، میدونم که اون هنرمنده. حالا چه این هنرش رو در موسیقی، به وجود آوردن موسیقی، چه ساز زدنه، چه خوندنه، چه نقاشی کردنه، چه رقصیدنه. میگه وقتی که اول اون حال و هوا رو درش میبینم، میدونم که این هنرمنده. حالا هر کسی هنرش رو در یک مدلی ممکنه که ارائه بکنه. درسته. و یکی از هدف‌های من، فلسفه من تو زندگی اینه که تو هر شرایطی یه چیز کوچیک آدم میتونه پیدا بکنه که خوشبخت باشه. و این قسمت فکر کنم بیشتر عرفانی میگن، spiritual. تو بعضی دوستان حتی منو کریتیسایز میکردن، میگفتن اصلا اعصابشون خورد میشد بعضی وقتا که چرا انقدر تو همیشه خوشحالی، همیشه اوکی، چرا ما بد اخلاق میشیم تو موقع سخت، تو همیشه اوکی هستی. و بعضی وقتا یه شرایطی هست که دیگه انقدر اکستریمه که اونا تحمل ندارن دیگه، چرا من اوکی ام، بعد خود خودشون ناراحت میشن که اونا ناراحت میشن جلوی من. چجوری اوکی؟ یعنی چه اتفاقی میفته برات که شرایطی رو که بقیه آدم ها ممکنه توش سختی ببینن و برشون مشکل باشه که باهاش دیل بکنن، تو چجوری به مسائل نگاه میکنی و از اون دیدگاهی که نگاه میکنی که راحت تر میکنه و اوکی میکنی؟ فکر کنم چیزایی که من رو تو زندگی خوشحال میکنه چیزای واقعی و ساده هست که با پول نمیشه خرید. مثل قدر هر لحظه خوب دونستن، یعنی قدر لحظه رو آدم بدونه. تو هر شرایطی یک چیز خوبی پیدا کنم با اون واقعا خوشحال هستم، چه هوا بارونی باشه، چه وضع مالی مثلا سخت بشه. من از یه زندگی پولدار تا همه تقریبا ورشکسته همه چی رو دیده بودم، از طریق فامیلم که فامیلم خیلی موفقم بودن و پاریس بودن، چه ضربه‌ای خوردن، من همه چی رو دیدم و یاد گرفتم. شاید به این مقدار نیم، حالا کلمه شاید زیادی گنده باشه میگم، اما یه مقدار درویشتر آدم زندگی کنه. و این حرفی که زدی خیلی جالبه، به خاطر این که یه سری از تحقیقاتی که اومده راجع به پازیتیو سایکولوژی. پازیتیو سایکولوژی هم الان یه چیزی که خیلی تازه است، یعنی در 10 سال اخیره که دارن روش خیلی ریسرچ میکنن. و این تحقیقاتی که روی پازیتیو سایکولوژی شده، یکی از چیزایی که نشون داد غیر از حالا مثبت فکر کردن، ولی همین حالتی رو که الان گفتی که از هر مسئله‌ای ارزش دادن به خوبی‌ها و مسائلی که تو اون وجود به وجود میاد، و مهمترینش کلمه که گفتی قدردانی کردنه. بله. و یه تکنیکی که اصلا راجبش صحبت میکنن اینه که هر روزی انتخاب بکنین و یک کسی رو انتخاب بکنین که یک کاری براتون کرده و برین روبرو بشین باهاش. بله. و قدردانیتون رو از اون انسان تو چشمش نگاه کنین و بهش بگین. کلن در سیستم فیزیکی جسمانی بدن و ارتشاعاتی که به وجود میاد، شیمیایی که به وجود میاد، یک فضایی رو به وجود میاره که زیباست و این براش نگه داشته میشه تا 2 روز 3 روز توی بدن اون شخص هست. زمانی که تو اون حالت کنکت میکنه، وصل میشه به یک انسان دیگه و قدر اون انسان رو میدونه. یعنی یکیش تجربه قدردانی درونه، یکیش اذعان اون و گفتار اون. درسته. خیلی کمک میکنه به این حالت مثبت بودن. و هر چقدر که مثبت هستیم راجع به مسائل، همونطوری که خودت داشتی تجربهش رو داشتی میگفتی، هر سورپرایز که میشیم با چیزایی که جلومون میاد، راحت‌تر میتونیم دیل بکنیم، کنارش بذاریم، راه حل براش پیدا کنیم و جلو بریم. و انشالله با این راهی که شما میگین، یعنی پیشرفت میکنن و این تکنیکا به یه جایی برسه که واقعا چون فهمیدنش یه چیزی، اما حس کردنش باز یه چیز دیگه است. من همیشه میگم این توی دیکشنری نگاه میکنین میتونین یه کلمه رو از نظر تکنیکی بفهمین، اما تا روزی که حس نکنین تو وجودتون نیستش. یه جایی باید برسه که طبیعی باشه، اصلا شما دیگه تقریبا آگاه هم نیستین، هم اینجوری هست، جزوتون شده. و آدم با همین، من فکر کنم اونایی که اینجوری هستن از ته دل مثلا حساس هستن سر مسئله فقیر. که ببینه من مثلا خیلی وقتا شده با
بعد از حتی بزرگترین کنسرتی که خوندم دارم برمیگردم یا دارم راه میرم با دوستام یه فقیرم ببینم به خدا واسش آواز خوندم. خیلی وقتا پیش میاد و اونا میگفتن تو که کامیاری چی این اون مثلا خجالت نمیکشی یا اتفاقا احساس میکنم بزرگترم میشم چون که واسه طرف که میخونم نه کامرایی هستش نه ویدیویی گرفتیم که بیایم به شما نشون بدیم، چون که فکر کنم دو چیز هستش، یه کسی هست که از ته قلب مثلا واسه اون فقیر اومد خوندش که خوشحالش کنه و من اون واقعیت خوشحال میشم، یه کسی دیگه این کارو میکنه چون فقط داره مثل یه ویدیو گیم داره امتیازا رو میشموره که ایشالله خدا مثلا امتیاز بگیره و بره به بهشت، یعنی در واقع یه حالت خودخواه داره باز این کارو میکنه که اون باز اون مرحله میگم بد نیست چون از هیچی بهتره، اما هنوز خیلی کار داره چون که تو با از ته دل این کارو نمیکنی، تو فقط میخوای بگی او من آدم خوبیم. و من سعی کردم حتی وقتی که البته اینا رو من این شانس رو داشتم که همچین فامیلی داشتم که خیلی علاقه داشتم. قبل از که فامیلی صحبت کنیم، من دلم میخواد حتما دوستان یه مقداری کار تو رو هم ببینن. آها بله بله. اجازه بده که یکی از ویدیو کلیپاتو بذاری و دوباره برگردیم و راجع به تأثیر خانوادت و فامیل روی کارت و موفقیت بله صحبت بله. کنیم. پس شما باشید و کدوم آهنگ تو دوست داری که بذاری؟ میتونیم آخرین ویدیومو ببینیم که البته آخری که یه سال پیش اقلا بود. داره باورم میشه، داره باورم میشه رو با هم نگاه میکنیم. We'll be right back.
یه مقدار صحبت کن راجع به استایله. البته اسمشو موزیکی اولین اسمی که براتون گفتیم بعدا براتون میذاریم، این اسمش دوباره بود، ولی دلم میخواد که راجع به سبکش صحبت کنیم. چون گفتم من راجع به جاز صحبت کرده بود، I could hear jazz، از طرف هم گفتی که دیسکو زمان 70s و اوایل 80s هم توش هست. لطف کن توضیح بده برای دوستان. من چون موسیقی خودت میسازی. درسته، من یکی از زمینایی که تو موسیقی خیلی دوست دارم و این کلمه همیشه فارسی واسم سخت بودم و بالاخره یادم هستش، کلمه ایمپروویزیشن هست و میگم فل بداهه که بالاخره تونستم بگم بدون که بپرسم. خوشحالم. من عاشق فل بداهه هستم، یعنی از یه ملودی رو در اون لحظه بسازم و هر دفعه شاید یه جوره حتی شده مثلا پیانو فقط می نواختم واسه 10 دقیقه توی کنسرت یا 5 دقیقه، اصلا یک آهنگ از اول تا آخر همون لحظه هرچی احساس داشتم یه داستان تعریف میکردم که دفعه بعدش شاد فرق داشتش. عاشق فل بداهه هستم، که فل بداهه، تکنیک فل بداهه که آدم در واقع شخصیت خودش رو نشون میده، بلد حرف بزنه اون لحظه، هم تو سبک سنتی خیلی هستش ایرونی که خیلی وقتا قبل از یک ملودی معروف یا مثلا آقای شجریان یا آقای ناظری، کامکار، سیما بینا، وقتی که پیش درآمد یک آهنگ خیلی وقتا فل بداهه میتونه 3-4-5-10 دقیقه شروع کنه، حتی اون لحظه بزن تا برن به یه آهنگ معروف. این کارم تو جاز هستش، تو سبک جاز، که حتی وسط آهنگ مثلا شاید 20 ثانیه 30 ثانیه 1 دقیقه به هر موزیسین بدن که از خودش یه سولو بزنه یا فل بداهه، یعنی یه کاری بکنه. و واسه همین این دوتا سبک رو خیلی دوست داشتم من و با جازم زیاد کار کردم، جاز، بلوز، فانک. به اصطلاح مثلا من خواننده مورد علاقم که اصلا دلیلی که من خواننده شدم که همیشه از خدا تشکر کردم واسه وجود اون خواننده، آقای استیوی واندر هستش که اون آقایی که سیاه‌پوست هستن و زنده هستن و کور هستن اتفاق که هم پیانو میزنه هم آهنگ، یکی از بهترین آهنگسازاست، بهترین پیانیست، بهترین خواننده، اصلا تکنیکشون وحشتناکه و حسشون وحشتناک. خوب منظور وحشتناک خوب، آره ما تازگی هم میگیم وحشتناک، یعنی دیگه خوب چون کافی نیست دیگه از خوبیش که وحشت میکنیم. سوچیدون به جایی که میگن I'm good میگن I'm bad، یه سم bad، حالا این هم جایرین چیز وحشتناک. آره تو داشتی قبل از اینکه بریم ویدیو کلیپتو نگاه بکنیم راجع به تأثیر خانوادت و فامیلت روی طریقی که دنبال آرت رفتی و موسیقی رفتی صحبت میکردیم. آها، خلاصه میگفتم که آره اثرات یعنی فامیل اثرشون خیلی مهم هستش تو زندگی یه هنرمند، یک بچه یا کسی که داره توی اون محیطی که بزرگ میشه که شخصیتش داره اونجوری ساخته میشه. رولی که پدر مادر دارن واقعا خیلی مهم هستش و من اونجا خب واقعا قدر پدر مادرم میدونم و واقعا خیلی شانس داشتم که همچین پدر مادری داشتم، چون که هر چیزی که به من یاد دادن، هم پدر مادرم هم برادرام، هممون یه دایرکشن داشتیم، شاید سبکامون فرق داشت، متفاوت بود، اما اون فلسفه خوشبختی، اون سر یه سفره آدم غذا میخوره و ساده بودن یا یاد گرفتن که پشت سر آدم ها حرف نزنن، اگر واقعا اینو از ته دل قبول بکنین و درست برین جلو، خب واقعا آدم خوشحالتره تو زندگیش و از چیزای ساده بیشتر لذت میبره، خیلی طبیعی بیشتر لذت میبره. و اینو مادر پدرم خیلی ساده بودن همه چی رو عیبی نداره، اصلا چه واسه شدم ناراحت چه واسه این، خب یا مثلا از یک کسی ناراحت هستین به جای اینکه انرژی رو بذارین که چی کار کنیم چون اون ناراحت بود یا تلافی بکنیم، به جاش انرژی رو بذارین یه کار مثبت بکن به جاش، اون خودش جواب میده. یعنی اصلا یه چیزی که در رفتارشون و چیزی که یاد میدادن، گفتارشون و طریقی که کلن روزمره میدیدی داشتن با مسائل روبرو میشدن، این مثبت بودن مکرران داشته جلو میرفته و نه مثبت بودن خیالی و یا تخیلی، بلکه وقتی چون خیلی کلمه واقعیت رو به کار میبری به نظر میاد که
مثبت بودن واقعی، یعنی با اینی که واقعیات رو میدیدن درک میکردن، بله. مسائل سختی ها رو داشتن میدیدن و درک میکردن، با این حال میرفتن توی قسمت مثبتش. یعنی میدونی بعضی موقع یه فضای مثبت خیالی وجود داره که بله بله. انگار مسائل ما کنار میذاریم، بهش رسیدگی نمیکنیم، فقط واسه خودمون مثبت گرایی میکنیم. خوب میشه، خوب میشه، الهی خوب میشه، خدا خودش آره. میاره، درست میشه، ولش کن. و خب بعضی موقع با طریقی که اگر با مسائل واقعا دست پنجه نرم نکنیم، مسائل رو حل نکنیم، راه حل درستی برای اون پیدا نکنیم، آخرش اینها تلمبار میشه و یک جوری اون کوه خیالی که برای خودمون درست کردیم، حتی اگرم دنیای خیالیمون خیلی مثبت بوده، بالاخره میشکنه. ولی واسه افسردگی اصلا میشه. و دقیقا. خیلی وقتا هم تو هنرمندا اصلا کلا به نظر من یکی از دشمنای حالا هنرمند، انسان، فقط هنرمند هم نه، چون آخر اصلا همه انسان هستیم، یک خطر، یه پول یه چیز خیلی خطرناکه. میشه خیلی هم از چه نظر؟ از نظر این که اگه شما ندونین چجوری با پول برخورد کنین و اصلا ندونین واسه چی دارین پول میگیرین و چجوری استفاده ازش بکنین و اصلا هدفتون چیه با پول، اینه که فقط پول دارتر بشین خیلی وقت، یا یکیش پوله به نظر من، یکیش معروف شدن اتفاقا، یعنی واسه خواننده به نظر من یکی از راحت ترین حالتی که آدم خواننده میشه یا معروف میشه، محبوبیت و تلویزیون و این اون، همین جایی که نشستم که آدم از این واقعیت، اسمشو واقعا میذارم واقعیت، دور بشه و فکر کنه که از یه چیزای دیگه داره لذت میبره، که اون لذت ها فقط لحظه ایه، اصلا در آینده هیچی نمیاره، و برعکس اون خوبیایی که فکر میکنه خوبه، اون احساسات تبدیل به چیز خیلی منفی میشه در آینده به نظر من. مثلا چه چیزی راجع به پول یا شهرت هست که فکر میکنی که آنیه، و چه چیزی راجع به مسائل مثبت دیگری هست که اسمش رو میذاری واقعیت، که فکر میکنی که طولانی تره و میمونه؟ و فکر کنم اون چیزهای دیگه که برعکس پوله، من فکر کنم هر چیزای دیگه که میگم همه چی ارتباط آخرش با عشق داره. هر جورم واسه تون توضیح بدم میفهمم عشق رومانتیکو تو راجبش صحبت نمیکنی. یعنی اون میتونه اون باشه، ولی عشقی که وصل انسان به انسان و محبت و مهر باشه. شما از خورشیدم یا ماه لذت ببرین، اون جزء عشقه. میدونین آخر سر به نظرم همه چی عشقه، اما کلمه عشق رو یه مدل به خصوصی داری استفاده میکنی، مثلا همین من میخوام تعریف کنم. میدونین مثلا میمونه که این کلمات هر کدوم برای هر کدوم ما معانی به خصوصی داره. در این چه وقتی مثلا میگم یه چیز قرمز به من بده، ممکن نفر یه روسری بده، یه نفر یه گل قرمز بده، نفر یه ماژیک قرمز میده، یه نفر یه بلوز قرمز میده. یعنی هر وقتی که یه کلمه رو ما راجع به صحبت میکنیم، تعریف ها انقدر متفاوته که اگر دارم اذیتت میکنم و هی هر برات میگردونم میگی یعنی چی. برای اینکه میدونم وقتی که این کلمه رو تو میگی عشق، هر کسی تو زندگیش الان تو یک مبحثی توی عشق ممکنه اینو برای دریافت بکنه. حالا یه نفری که تازه مثلا از یارش رابطش به هم خورده و بیزار از عشق و درد داره، تا میگه همه چی عشق، میگه برو بابا حوصله داری، پدر ما رو این عشق برا برد. یا ممکنه که یه نفر دیگه اسم بکنه که آره مثلا عشق عرفانی رو داری صحبت می‌کنی، چون هر کسی تعریفی برای خودش داره. مثلا میگم میدونم که این کلمه رو داری استفاده می‌کنی، معنای به خصوصی برای تو داره، و دوست دارم که بینندگان و شنوندگان ما اون معنایی که برای خودت هست و مطرح هست رو باز کنی، که عشق برای من چه معنی داره. وقتی میگم همه چیز در زندگی و چیزهای واقعی و ماندنی عشق، عشق یعنی چی؟ آره عشق میتونه عشق زندگی باشه، عشق مادر باشه، آدم مادرش رو دوست داره، آدم زندگی رو، بارون رو دوست داره، یا موزیک من خوشبخت بگم، همه اینا رو تو قلب آدم اثر داره، روح آدم اثر داره. این عشق، عشقی که آدم خودش رو دوست داشته باشه قبل از اینکه بقیه رو سعی کنه دوست داشته باشه. چون من اگه فکر کنم اگه آدم خودش رو دوست داشته باشه، نمیتونه کسی رو درست و عبارت هلثی و سالم دوست داشته باشه. چیزی که ازت میشنوم عشق رو تعریفش برات اینه که ارزشی که ماها برای خودمون و انسانها و مسائل دیگه، حتی چیزایی که مادی هست اطرافمون هست، رو ارزشش رو داریم. ارزش، اهمیت و قدرش رو که میدونیم، اون احساس مثبت و گرمایی که توی وجود ما میاد رو اون اسمش رو عشق بزنیم. بله، من فکر کنم که هممون اونقدر خالص و خوب به دنیا میایم، اما و
بر اساس خب چیز برخوردهای مختلف و تصمیمای اشتباهی که میگیریم و قوی نبودن و ضعیف شدن، عینکایی که میذاریم و زندگی رو نگاه میکنیم، اون عینکا هی عوض میشه و میتونه تارتر بشه و فکر میکنیم که دیدن چیزی که میبینیم درسته، اما عینکمون داره تار میشه و با همین از اون واقعیت دور میشیم، به خاطر اینکه یه لحظه آدم باید اون عینک رو در رو بگه زندگی این نیستش، میدونین چیز دیگه ای آره. مثل این هست که آره شما مثلا فکر میکنین که چیزی سیاه، اما سیاه نیست، شما اون عینک رو واسه خودتون درست کردین و همه چی تاره، فکر میکنین شما دیدن اینه و فکر میکنین که من درست نمیبینم اتفاقا. وقتش رو بریم دنبال یکی دیگه از ویدیوهای شما. حتما اسمو نگم، میترسم یه اسمی بگم هرچی بعد از اینکه دیدیم اسمو بهتون میگی. با ما باشید. کامیار 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 من میخواستم عشق تو، جاش تو دلم چه خالی بود، یه موقعی رسیدی تو، تصور خیالی بود، خوب شد که بازم اومدی، هنوز نفس داره دلم، این که تو کنارمی دل هوره داره، حس من داره با قلم میشه، میمونی تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه، داره باورم میشه، میمونیم تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه. خستگیمو بروم نیار، من از تو باسنده میشم، کنار مدبون بیار، بذار به هم نشون بدم که از هوای تو برم، کنار دریای نگات یه موج پرطلا تو من داره باورم میشه، میمونی تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه، داره باورم میشه، میمونی تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه، بدون تو نمیشه. مثل تو منو داشتم فراموش میکردم، حتی اسم خودم و حسن، انگاری که صدای دلم رو شنیدی، نفسای آخرم بود که تو یه هایی رسیدی، ولی اگه پای باشی بازم قلب شکستم و دستت میدم، چون که عشق و صادقانه توی چشای مست دیدم، دیدم به قریب تو دلتو نمیدی، آره مرسی عزیزم که تو به موقع رسیدی، داره باورم میشه، میمونی تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه، بدون تو نمیشه، داره باورم میشه، میمونی تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه، نمیشه، بدون تو نمیشه، بدون تو نمیشه، بدون تو نمیشه. میشه میمونی تا همیشه، میمونی تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه، بدون تو نمیشه، داره باور همیشه، میمونی تا همیشه، لحظه های زندگی بدون تو نمیشه. کامیر جان تو به زبانهای دیگه هم میخونی؟ بله من تقریبا 7-8 زبان میخونم. 7-8 زبان چی هست؟ واو، فارسی، فرانسوی، انگلیسی، عربی، عبری، ترکی، ارمنی، یه مقدارم کردی.
ریکوردت شده توی یه سری از این زبان ها. بله. تو لایف زیاد خوندم اتفاقا. کارهای دیگه ای که داری که دوستان بزنن؟ کارهای دیگه خب یکی از مهمترین اونایی که در آینده قرار آینده اینه که یه آلبوم بالاخره دارم، از موقع که مستقل شدم دومین آلبومم رو دارم ضبط کنم. دومین آلبومم در میشه در واقع سومین آلبومم، اگر آلبومی که با بلک کتس اولین آلبومم بود حساب کنیم. یعنی زمانی که تو از فرانسه اومدی امریکا در حقیقت اینجا با بلک کتس شروع کردی؟ بله با بلک کتس، با آقای شهباز شروع کردم که یک آلبوم داشتم اسمش بود بلک کتس نکست لول اسکریم اف دی کتس، یعنی فریاد گربه ها. بعد از اون آلبوم دوباره اومدش که اسم خود یکی از آهنگا هستش که تقریبا 10 12 تا ترک بودش توش، اونم با بلک کتس. اصلا اون خود دیگه مستقل کامیار بودم دیگه، که دیگه وقتش بود که خودم رو نشون بدم واقعا کی هستم و چی کار میکنم. الانم آلبوم دوممه که در واقع یه پیشرفتیه، بالاخره یه اِوولوشنه که بازم متفاوت از سبک یکیه، تحریرام یکیه، اما یه مقدار با اینکه آهنگای آپ بیت بازم هستش، آهنگای عاشقانه سلو هم هست، اما انرژی توش خیلی هست، اما باز خیلی متفاوت. شعرهای مقدار سنگین تر شده. یکی از مهمترین نکته اینه که شعرها خیلی سنگین تر شده نسبت به قبل. فکر کنم که بیشتر الان به شخصیتم میخوره، مرچه موقعشه که یه مقدار با شعر بیشتر حرفم بزنیم. یعنی به نظر میاد که گروه سری اولی که داشته میخوندی بیشتر they were dance music، یعنی مهم بیشتر این بودش که movement و music، و یعنی که اون شخصی که داره میرخصه لذت ببره. الان یه باشه یه خود سختمه که بگم 100% این بود، به خاطر اینکه مسائل شعر همیشه مهم بودش، اما لول انتخاب کلام بشری تو معدل اوریج تمام آلبوم بگیرم مثلا خب یه مقدار چه سبک نمیدونم میشه گفت. من چیزی رو که بیشتر در اشعار برای خودم اما ستایل بود میشه برای نگاه میکنم، من اینه که مثلا وقتی که من دارم موسیقی میسازم برای گروه 15 ساله 16 ساله 17 18 ساله که اون گروه آدینس من هستن، مدل کلام و شعر باید بخوره به طرز فکر درسته. اونها درسته. مثلا من نمیتونم حتی اگه دنس میوزیک هم درست بکنم با یک شعر کلاسیک نمیتونم، چون اون تینیجری که قراره بیاد اون ازش لذت ببره نمیتونه لذت ببره اصلا، در اون ایدنتیفای باید. و چیزی که ازت میشنوم میگه همونجوری که خودت داری بزرگتر میشی سنت داره بالاتر میره، آدینست هم داره سنشون بالاتر میاد، در اینجا کلام یواش یواش داره میاد به طرف کلامی که اون گروه بله. میپذیرن و میپسندن. البته میخوام باز کلمات داره درست، شاید یه دو سه تا شعر باشه تو آلبومم خیلی سنگین باشه، مثلا احتمال خیلی زیاد است تو آلبومم یا آهنگ از با شعر عمر خیام هم میخونم با سبک آر ان بی که مال 12 15 سال پیش ساختم اینو، که اتفاقا واسه یه بارم لایو اجرا کردم که تو تلویزیون ها نشون داده بودش یکی دو تا تلویزیون، اما کلا میخوام شعرها پرمعناتر باشه. البته با اینکه تو آلبوم قبلی من بعضی شعرها با سنگین‌تر بودش، یا مثل خود داره باورم میشه زیاد آهنگ مثلا بگم غیری و اینا شعرش باز معنی داره، اما چجوری بگم مینیممش میشه این شعر اینجوری یه مقدار بیشتر پرمعناتره. نمیخوام زیاد کامپلیکیت هم باشه اشتباه نشه، یه جوری باشه که جوونا هم باز میپسندن، اما بیشتر عاشق شعر هم میشن. این بسام هر کنسرت جای خصوصی داری؟ الان تازه از کانادا برگشتیم که 22 واسه شب یلدا اتفاقا کانادا رفتم بعد از 6 سال که واقعا تجربه خیلی خوب بود. و اتفاقا تازگی هم کنسرت که میرم همیشه میگم که یه پیانو واسه من بذارن، چون این چیز جدیده که یه 10-15 دقیقه باید فقط بدون حتی من پشت پیانو باشم و خودم رو نشون بدم. من چون این تجربه رو داشتم توی تئاتر زهره و منوچهر. آره تئاتر زهره منوچهر بود و که شراکت داشتم تو اون تئاتر و اولش هم اولش کنی. آره چون من این تجربه رو داشتم فهم. میتونم صادقانه بهتون بگم که کسی که اینجا نشسته و کسی که ویدیو کلیپش رو نگاه میکنه خیلی متفاوته با اون کسی که رو صحنه هست و اون لحظه داره پیانوشو میزنه و بعد میخونه. یه یونیکنسی اصلا در توی یک دفعه به وجود میاد و اونجا خیلی متفاوت بود زمانی که من داشتم میدم. به خاطر همین واقعا ازتون درخواست میکنم اگر فرصتی داشتین که تونستین کامیرا رو لایف روی صحنه ببینین it's a different experience. آره خیلی یه مقدار فرق داره. تو کنسرت هم که میخونم یه مقدار فرق داره، حتی خیلی دوست دارم پیش درآمد آهنگام حتی دوباره یه کارهای مخصوصی بکنم که حالت سلو خیلی فقط با پیانو
شروع میشه که یه جوری مردم رو میگن تیز میکنه، اصلا وجودت اونجاست. یعنی میگم تجربه من این بودش که دفعه میدیدی اصلا امروز که داشتم با صحبت میکردم نمیشناختمت، وقتی گفتی تازه اونو یادم افتاد. یعنی نمیشناختمت که این دوتا رو به هم ربط اول نداده بودم، میشناختمت، کامیار رو میشناختم، ولی یه دفعه این دوتا رو به هم ربط دادم. دفعه رفتم تو تجربه‌ای که اون روز داشتم، یه حالتی بودش که I was pleasantly surprised، یعنی it was like wow، یک احساسی، یعنی یک وجودت خودت، این بچه های شیطونی که هر چی که تو وجودشون هست رو میخواد بریزه بیرون، همه وجودت اونجا بود. یعنی اگر تمام این سلولای بدنت، این هنر، این موسیقی، این کلام، همش 100% داشت خودش ارائه میداد. یکی از تمای اون شب که میخونم اتفاقا همون خیابان ها بودش. آره. که میخواستیم اون واقعیت برگردیم. و من این آلبوم جدیدی که میگم، اون فضایی که شما دارین میگین یک مقدار هستش. نمیشه همه اون رو آورد، اما یه مقدار هستش، چون من دو تا دنیا رو دوست دارم، اما بیشتر میکسه، یعنی یه مقدار سنگین‌تر. و در ضمن قبل از اینکه آلبوم در بیاد یه ویدیو هم داره در میادش الان با آهنگ نزدیک من که مال آلبوم قبلیم بودش، داره ویدیو میشه، شاید آخرین ویدیو باشه، آهنگ نزدیک من با کارگردان الک کارتیو گل. وبسایت به خصوصی داری که دوستان برن توش و ببینن اینا رو؟ kamyamusic.com هست که فکر کنم البته الان under construction هستش، اما باز میشه برن ببینن. تو یوتیوب هم میتونین برین. آره یوتیوب هم میتونین برین. فن پیج هم هستش، kamyr. اوکی، وندرفول. مرسی از اینی که اومدی توی برنامه. خیلی ممنون که منو دعوت کردی. امیدوارم که باز هم مهمون برنامه من بشی. ان شاء الله. عزیزان، شما وقتی که ما حضرتتون خداحافظی می‌کنیم، دو تا موسیقی میوزیک ویدیو دیگه از کامیا رو قرار برای شما عزیزان بگذاریم. در نتیجه مرسی از اینی که با ما بودید. روز و شبتون خوش تا هفته آینده. خداحافظ. دونی چشمام به تو میافته، قلبم یه هم پایین میریزه تا تو میای، همه یه حرفام تو یه نگامه، حسم میگه تو هم منو میخوای، بگو میخوای، میدونم میمونی با من قطعا، دلم میریزه میتپه، قلبم داره واسه تو میزنه کم کم، دارم دیوونه میشم، ایشون نباشم، غیر کمر رو نداشم، آخه هوشم سرم بار، بیا با دلم برا تو، خوشگل عزیزم دور چشم میگردم، هیچ جا نمیرم، خودم رو به تو میبندم، ای بار نگاش کن، نگاه عشق و خنده هاشو ببین، قر قر میریزه، داغ میشم از صداشو، دستم تو موات، نبام همش رو لبات، دور دور میچرخی، روانه میشم از کارات، به جون تو حالا که بردی دلو با من باش، اصلا نمیدونم که بمونم بدون تو، میدونم میمونی با من قطعا، دلم میریزه میتپه، قلبم داره واسه تو میزنه کم کم، دارم دیوونه میشم، با دلم برا تو، خوشگل عزیزم دور چشم میگردم، هیچ جا نمیرم، خودم رو به تو میبندم، ای بار نگاش کن، نگاه عشق و خنده هاشو ببین، قر قر میریزه، داغ میشم از صداشو، دستم تو موات، نبام همش رو لبات، دور دور میچرخی، روانه میشم از کار
ندای درون. برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس.